لحظه تو نبودی، پر عشق لحظه های موندن تو، رو به خورشید عاشقون. این کارمند پیمانکار سازمان آب منطقه‌ای کرمان در اوایل دهه 50 شمسی و متأثر از ایدئولوژی دینی در انقلاب 57 ایران، به عنوان عضو داوطلب در سپاه تازه تأسیس ماموریت سپاه قدس، حذف مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و تشکیل گروه‌های نیابتی در راستای اهداف جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه بود. اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران پیش از انقلاب اسلامی از سوئیس با ما هست. شما نقد شده که قاسم سلیمانی رو نابغه خوندین و از او تجلیل کردین، آیا این درسته؟ این اسم هست؟ بله، نگفته بود. جنرال سلیمانی یکی از شخصیت های امروز خواهد بود که در دنیا شناخته شده. یک سرباز وطن پرست شرافتمندی بود که بچه ایران بود، ساخته ایران بود. و این آتیشش بزنی کسافتو. بعد بعد دیکتاتور. تهران خیابان استاد معین. درست آرش، ظریف یک سیاستمدار محبوب ایرانی هست در میان جوانها و صفحش رو هم در فیسبوک میبینید که پر مخاطب ترین صفحه یک سیاستمدار ایرانی. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما به مقاومت من یک فرصت هم هست. 22 بهمن چرا یک فرصته؟ اولا جمهوری اسلامی تمام سازماندهیش این هست که بتونه این 22 بهمن رو متفاوت برگزار کنه. این علایه با سپاه، با بسیج ارتباط دارم، یعنی مکالمه داره با سپاه، با بسیج ارتباط دارم، یعنی مکالمه داره. انقلاب موافق نیستم و فکر نمی کنم هم این اتفاق بیفته، اما معتقدم که سپاه به پایگاه های ایالات متحده در عراق اعلام شرایط جنگی و آماده باش 100% یگان پدافند هوایی این نهاد نظامی به طرز غم‌انگیزی در اون ناکام بوده. مقامات اطلاعاتی غرب بر این باورن که دو موشک توسط با این حال کارشناسان میگن نیروی پدافند هوایی سپاه با توجه به خستگی 5 روزه از آماده باش برای حمله احتمالی آمریکا پس از مرگ قاسم سلیمانی تحت فشار روانی بالایی قرار داشتن و شاید همین موضوع باعث اشتباه ما فلج شده. اپوزیسیونی نداریم. در خلأ کاری برای هم میهنان نمیتونیم بکنیم. بیش از 1000 ایرانی برای یک اعتراض کشته شدند. چند هزار بازداشت و شکنجه دارن میشن. همین امروز ما کاری نمیتونیم. مسئله عرب شه. یک مسئله است که به نحو جدی باید بیندشیم. ما با یک پرابلماتیک، یعنی با یک پرسش بیپاسخ مواجهیم. دانان آن سران CIA و سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. خبرگزاری DPA اینترنشنال آلمان در تحلیلی جدید به جزئیات کشته شدن قاسم سلیمانی پرداخته و احتمال انجام یک مبادله پنهانی میان ایالات متحده آمریکا، ایران و روسیه را بر سر قاسم سلیمانی و نیروهای متحد بود. خبرگزاری DPA اینترنشنال در نهایت این گزارش خود را این چنین تمام می کند که هرچه بود و آنچه گذشت باز هم به نفع جناح‌های تندروی حاکم در ایران و آمریکا شد. به استمرار ظلم کمک کرد و بازنده این اتفاقات مثل همیشه باز هم مردم فرودست جامعه
و به ویژه ملت ایران بودند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد.